سلام به عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب و خوش و سلامت و سرزنده باشید. با آموزشی دیگر از آموزش های علوم غریبه، علوم عظیم غریبه و علوم لایتناهی در خدمتتون هستم و امیدوارم نهایت استفاده رو ازش ببرید و کسانی که ویدیو رو اولین بار میبینن لطفاً سابسکرایب رو بزنن و دنبال کننده کانالمون بشه. برای من، برای کانال و برای ویدیو لایک بذارید، کامنت بنویسید و گذار رو بزنید فعال کنید و بریم سراغ ترس و آموزش. در آموزش قبلی نحوه چیدن کواکب فلکی و اقمار و سیاره ها و همه کواکب بهتون گفتم و ترتیبش رو عرض کردم خدمتتون. امروز محاسبه ساعت های فلکی رو بهتون میخوام آموزش بدم و این ادامه اون ویدیو خواهد بود. من اینو کجای دلم بذارم؟ عطر این چرا اینجاست؟ عزیزان من، ساعت های فلکی بر حسب طلوع و غروب به افق شهر خودتون، پس این متغیر هست نسبت به افق شهرتون. ببینید زبونم تاول زده، اصلا به زور حرف میزنم، ولی ببین عشق، ببین چه میکنه این عشق که میذاره من بیام. واقعا نمیتونم حرف بزنم، یعنی الان دارم با آزار حرف میزنم، یعنی آزار دارم، آزار میبینم، ولی بازم براتون چیکار میشه کرد؟ میگم عشق دیگه. طلوع و غروب، ما فرض میکنیم مثلا در یک روزی از روزها و در ساعتی و در شهری از شهرها غروب آفتابش، طلوع آفتابش 7:10 است و غروبش، ببخشید، و غروبش 19:15 است، درسته؟ 19، این 19 تا این یکم پیچیه. میایم عدد بزرگ رو از عدد کوچک رو از بزرگ کم میکنیم. جوابش میشه 12:05، میشه 12:05. وقتی این عدد به دست اومد، ساعت هر یک ساعت 60 است، درسته؟ 12 رو ضرب در 60 میکنیم، 720 دقیقه. اینجا هم 5 دقیقه داریم، پس شد 725 دقیقه. پس اون روز کامل 725 دقیقه است، درست؟ و ما روز 12 ساعته و شب 12 ساعته، پس 24 ساعت شبان روز هست. میایم تقسیم بر این عدد و تقسیم بر 12 ساعت روز انجام میدیم، تقسیمش میکنیم، ببینید چه اتفاقی میفته. 725 دقیقه است، درسته؟ تقسیمش میکنیم، دوازده
شش دوازده تمام، هفتاد دو تمام، هفتاد دو دو درست، صفر صفر، پنج میاد پایین، هیچ غلطی نمیتونه بکنه، از این کوچکتره، پس یه صفر میذاریم، شد 60 دقیقه و 5 ثانیه. پس ساعت فلکی و روز ما به افق اون شهر 60 دقیقه و 5 ثانیه است، درست؟ پس فرمولش چی شد؟ طلوع و غروب آفتاب را از هم کم میکنیم. خب کم میکنیم، حاصل را در 60 ضرب میکنیم. سپس حاصل را تقسیم بر 12 میکنیم. تقسیم بر 12 میکنیم. اینو بنویسید، بخونید، هرچند خرچنگ و باقص دست خط هم داریم. خب چی رو به دست بردیم؟ وقتی تقسیم کردیم ما 725 رو تقسیم بر 12 کردیم، درست؟ اینجا 60 خورد و اینجا 5 خورد، 5 ثانیه. پس چی شد؟ شد 15 دقایق، باقی مانده ثانیه ها، باقی مانده همیشه ثانیه ها. ما چی در اومد برامون؟ 60 و پایین 5، یعنی اون روز 60 دقیقه، اون روز ساعت هر ساعتش 60 دقیقه و 5 ثانیه است. حالا این چه نفع و چه ضرری برای ما داره؟ هیچ ضرری نداره، فقط نفع برای ما داره، اینکه آگاه میشیم. چیکار میکنیم؟ ما مثلا در ساعتی سد یک چیز، چرا سد اینجوری شد؟ در ساعتی سد داریم یه تلسم سد میبیسیم. از 60 دقیقه و 5 ثانیه گذشت و ما تموم نکردیم. اگر اون ساعتی بعدیش سد بود که ادامه بدید، اگر نحس بود همونجا تعطیلش کنید، منتظر ساعت سعد دیگر باشید که تا کاملش کنید. این از این. و اگر نحس بود و شما چیز نحس می نوشتید و بعد از اون ساعت سعد باشه، قطع می کنید و منتظر نحس می باشید، می مونید. این از تمام ماجرای کواکب و ساعتهای کواکب. امیدوارم این ویدیو به دردتون بخوره و نهایت استفاده رو ازش ببرید و شما رو به دست مهربونترین دست خالق عالم و بشریت و جهان خداوند متعال می سپارم و خدا نگهدار از زمانه.